زیاد عرض میکنم خدمت شما، خیلی اتفاق ناراحت کننده برای شما افتاده. هیچکس پیش نیاد انشالله. گفتین یه موردی هم درباره همین موضوع هست که من خواهش میکنم خودتون بفهم. این برادر خانم پسرمون هستن، سنش هم تقریبا 17 نداره، بعد رفته خیلی راحت یه بسته قرص 10 تایی رو گرفته که قرص برنج بله، یک دونش استفاده کرده و بعد از 12 ساعت هم ایشون به رحمت خدا رفتن. خواستم منم این هست که یه مقدار سختگیری بکنم برای خانواده دیگه چنین مصیبتی پیش نیاد. سختگیری رو فروشش، یعنی خیلی راحت تهیه کرده؟ خیلی راحت. قرص برنج یا فسفید آلومینیوم یک ماده شیمیایی است که در جهت مقابله با آفات گیاهی خصوصا غلاتی مثل برنج مورد استفاده قرار میگیره. حسب اینکه مواجهه ای که افراد پیدا میکنن با قرص برنج مواجهه تنفسی باشه یا اینکه اورال یا خوراکی، خب میزانش در حقیقت غلظتی که میتواند ایجاد مسمومیت بکنه متفاوته. اما جهت استحضارتون با توجه به سمیت بالای این ماده، چه استنشاق تنفسی و چه مصرف خوراکیش، میتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر به مرگ افرادی بشه که مواجهه با این ماده شیمیایی داشته. مشخص شد از کجا گرفتن، چقدر پول دادن؟ ما پرندش در آوردیم از تهران، زنگ زدن گفتن از شهدا، بعد دفتر از میدون شهدا گرفتن. چی شده؟ چند؟ 130 تومن 10 تایش به بچه ما داده بودن، تازه گرونم فروخته بودن. حالا او که رفت داد سرش، کاش که نمیدادن بهش. ارزون تر از اینه؟ 70 تومنه. 70000 تومن 10 تا قرص برنج میده. این صد هر کی بره میدم بهش دیگه. یعنی بچه ها رفتن بودن دیگه، بچه ما رفته گرفته، دوست دختر ما رفته گرفته. ممنوع هم هست و اینا هیچ کدوم مجوز سم، فقط اینا بز رو کود مجوز دارن، حتی سم مجوز ندارن. من برگشت از اتحادیهشون گرفتن، یه پرونده قضایی هست، ما هم پیگیر پرونده قضایی هم هستیم. یعنی شکایت کردین از اون مغازه که فروخته؟ بله من شکایت کردیم، الان پرونده داریم. قرص برنج داری؟ چی قرص برنج داره؟ کسی نداره دیگه الان کسی قرص. چرا؟ ممنوعه دیگه، فروشش ممنوع. قرص برنج راحت گیر میاد؟ نه الحمدلله. چرا الحمدلله؟ بخاطر اینکه قاچاق دیگه نیستش. بعضی هم میگن راحت گیر میاد. نه نه. کی گفته ممنوعه؟ چند وقتی هست که کلا من مثلا اتحادیه جایی گفته ممنوعه. البته مجوزداش هم هست، بدون مجوزش هم هست. یعنی چی ممنوعه؟ یه سری واردات میشه، یه سری هم صورت قاچاق وارد میشه. کجاها میفروشن اگر گیر بیاد؟ اصلا مشخص نیستش. یعنی چی؟ یعنی ممکنه غیر از سنفروشی یا جای دیگه هم بفروشه؟ عطاریای میفروشن، بعضی از عطاریای متاسفانه میفروشن. بعضیا قرص برنج میفروشن، شما شنیدین؟ آره میفروشن. آره عطاری نمیفروشه. نه عطاری نمیفروشه. نه مگه دست فروش باشه؟ اصلا از قرص برنج واسه چی استفاده میکنه؟ واسه شپشکای تو برنج، یک چند وقتی هم هست برای ساس سنباشی خونه ها استفاده میکنه. آقای مهندس بنی اسدی، میفرمایید که این قرص برنج چه کاربردی در کشاورزی داره؟ برای بعد از برداشت محصول که در انبارها قرار میگیره و جلوگیری بشه از خسارت بعد از برداشت استفاده میشه. در جابجایی کالاها مخصوصا استفاده میشه، در صادرات و واردات استفاده میشه که از انتقال آفت توسط این محصولات که در جابجایی جلوگیری بشه. این به زرس قاطع گفتن ما نمیفروشیم و ممنوعه. ما برای اطمینان که راحت میفروشن، این آقازادمون رفت خرید، گفتن آقا 10 تاییش 65 هزار تومن که بیم، دادن 130 هزار تومن. 30 تاییشو دادن به 200 هزار تومن که خیلی راحت خرید، که ما اونجا درگیری فیزیکی هم پیدا کردم آقا، که گفت نه از ما نخرید کدوم، الان خریدیم. رفتین که مطمئن بشین که حتما؟ بله بله بله، ما مطمئن شدیم، با اطمینان رفتیم در مغازه خریدیم، موجب درگیری فیزیکی هم شد، از پاسگاه هم آمدن. یعنی ما پرونده قضایی هم داریم. اگه بخواد اصولی با یه کار از بین بره، 60 متر باید 90 تا بذاری تو سون سا. خب اگه بخواد دو سه بار بذاری، هر دفعه 30 تا باید بذاری. 30 تا؟ بگم چند تا بودم بگم؟ چجوریه دانی؟ بلولای سیتاییه. سیتایی؟ چقدر اونم خنده؟ 200 تومن. قرص قبل از فوتشون گفتن از کجا گرفت؟ قبل از فوتش همین حالش که بعد شد، تو خانه بود، خودم دوتا با تو خانه بودم، رفتم تو اتاق دیدم حالش بعد، گفتم چی شده مامان؟ گفت ماما حلالم کن. بعد قرص برنج گرفتم از میدون شهدا، به راحتی نباید بدم، باید بگی بچه‌م، گفت برو مامانت بگو بیا، باباتو بگو بیا. حالا ما که رفت دیگه بر نمیگرده،
ولی خب یه جوری بشه که سختگیری بشه که بچه‌های دیگه من جوان دیگه این کارو نکنن. اجا زیاد داریم برای اینکه قرص برنج بخوان یا نه؟ آره مثلا تو فصل تابستون برای ساس و اینا زیاد میان، یعنی مثلا تو فصل زمستون کمتر میشه. قرص برنج خب یک سری خواصی هم داره، تو انبار برنج رو دارن استفاده میکنن، برای غلات استفاده میکنن، برای موشای تو زمین استفاده میکنن، اون تمام حسناش هستش، ولی کن این خطری هم که میاد طرف میخوره خیلی راحت میمیره اینم هستش. به خاطر این یک دونه خطر اون هم حسنو همه رو نادیده میگرن و میگن قاچاق به هیچ گمان نباید بفروشین. نظارت دارن رو نفروختن یه همچین چیزایی مثل قرص برنج؟ 100%. میفرمایید چه جوری؟ یعنی مثلا تیم بازرسی چیزی داره؟ بازرسی داره، اماکن میاد، بعد کلان هم فروشش ممنوعه دیگه، اصلا خود عطاران نمیارن. این بازدیدهای ما مواردی هست که طبق گزارش های همکاران هم حتی بعضی از این بازدیدها و نظارتهایی که انجام شد با حضور خود من انجام شد. در اونجا علاوه بر این که آیا اجازه و مجوزهای لازمه رو دارن که بعضی ها نداشتن و پلم شد، در بعضی از جاهایی که معدود جاهایی که مجوز هم داشتن سمومی غیر طبق دستورم، حالا چه تاریخ گذشته، چه بدون برچسب لازمه، چه قاچاق، اینها بوده که جمع‌آوری شده و طبق روال و مسائل حقوقیش انجام شد. قرص برنج جدا از این کاری که باعث خودکشی یک نفر میشی اونچنان چیزی هم نیستش که مثلا سودی داشته باشه که بخوای جون یک انسان رو در خطر قرار بدی. عمدهشو از کجا میخرن؟ عمدهش هستن کسایی میارن مثلا صورت قاچاق از پاکستان اینا میارن، مثلا حضوری میان در مغازه و اینا میان ویزیت میکنن در مغازه. قانونا از کجا میشه تهیه کرد این رو؟ کجا میتونه این رو بفروشه؟ توزیعش فقط از طریق و نظارت سازمان حفظ نباتات امکان پذیر هست برای بخشی که نتونستن براش جایگزین مناسبی تهیه که این هم حتی وارد کنندش مشخص هست و توزیع کننده یک عمدهش مشخص هست که اینا همه طی نامه ها انجام شده و حتی به داروخونه ها توزیع نمیشه، بلکه بخش شرکت های ضد عفونی که پروانه و مجوز از سازمان حفظ نباتات دارن که در ضد عفونی فعالیت داشتن. ما اینم هست که یه مقدار سختگیرانه تر برای پیشگیری برای دیگران. ما که جوونمون از دست دادیم بر نمیگرده، یک دونه پسرشون داشته اونم به اینجوری رفته. با تلاش همکاران من سعی میشه که اون نظارت ها قوی انجام میشه، ولی میدونید که حجم کار بسیار هست. اگر حمایت های نیرو و سایر مسائل نباشه از دست ما کاری بر نمیاد. ما بر اساس دستور عمل ها وظایفمون رو دقیق همکاران من دارن انجام میدن و حتی کمبودها باعث نشده که این وظایفشون به فراموشی گذاشته بشه.